دامون محمدی تحلیلگر سیاسی ما رو همراهی میکنن. خیلی خوش آمدین آقای محمدی. همزمان با ادامه و تداوم خیزش انقلابی ما شاهد افزایش تجمعات صنفی و معیشتی و مدنی حتی هستیم. آیا باید این گروه معترضان رو سوا دونست از معترضان که برای خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی به خیابون ها میان یا شعار میدن یا دیوار نویسی میکنن، یا فکر میکنین اونقدر مطالباتشون به هم نزدیک هست که بشه همه رو در یک جا بهش نگاه کرد؟ با درود خدمت شما و بینندگان محترم شما، خدمتتون عرض میکنم که ببینید دولت رئیسی تمام برنامه‌های اقتصادیش با توجه به اینکه اساساً سیاستی رو دنبال میکنن که به دنبال این هستن که همه چیز رو در داخل دنبال بکنن با همون ایده های بنیادگرانی که در واقع این گروه دارن و خیلی غلیظ هم هست، تمام تلاششون بر مبنای اینه که اول از همه فشار رو بر جیب مردم بیارن، چون با این حرکت دو تا نشون میزنن. اولیش اینه که میان یه مقداری تامین مالی میکنن و اون پولایی که در دست مردم هست رو به شکلی که خارج میکنن. دومی که عملا شرایط اقتصادی رو به گونه‌ای سخت‌تر میکنن و به قول خودشون و فکر خودشون قشر متوسط جامعه رو از حیث اینکه بخوان بیان وارد اعتراضات بشن ضعیف‌تر میکنن از حیث اقتصادی. اما یعنی در مجموعش نگاه میکنیم که فسادی که حاکم هست تمام اعتراضات صنفی رو هم به یه شکلی همراه میکنه با همون برابری خواهی و با همون آزادی خواهی که در زندگی آزادی دنبال میشه، چرا که منشأ تمام این مشکلات برمیگرده به نگاه حکومت، برمیگرده به فسادی که در واقع در سیستم جاری هست و برمیگرده به اینکه مسئولانی معمولا مورد انتخاب قرار میگیرن که در این جایگاه قرار میگیرن که همشون نیروهای امنیتی هستن. یعنی مشکلات اصلی که برمیگرده به نهایتا مشکلات اقتصادی و صنفی در کنار مسائل مدیریتی، اون نگاه رانتی و در واقع میشه گفت که مافیایی هست که افراد امنیتی در جایگاه های مختلف به نوعی میشه گفت که دنبال میکنن. در نتیجه در ابتدا ما خب این مطالبات صنفی رو از مدت ها داریم، ولی همزمان با خیزش انقلابی ما میبینیم که در بسیار از شعارهایی که معمولا تشکلهای صنفی و کارگران میدن پیوند خودشون رو با خیزش زن زندگی آزادی در جای مختلف اشاره کردن و نشون دادن، خصوصا در بحبوحه انقلاب. این اعتراضاتی که الان ما شاهدش هستیم برآوردش هم میشد، یعنی این اتفاق پیش بینی میشد که اتفاق بیفته. تمام این تشکلهای صنفی میبینیم که همین تشکلی که منشوری هم صادر کرده اتفاقا تاکید میکنه بر همون ارزشهایی که در زندگی آزادی دنبال میشه. یعنی من اینجوری میتونم برآورد بکنم که مطالبات صنفی که قبلا هم این اعتراضات وجود داشت کم کم داره دقیقا خودش زیر چتر زندگی آزادی تعریف میکنه و بسیاری از اون افرادی که خواسته های خودشون رو و مطالبات خودشون رو در اون شعارهای ابتدایی که حالا از منظر آزادی زنان مطرح میشد، الان دارن در مسائل اقتصادی هم در مفهوم زندگی در واقع دارن در زندگی آزادی دنبال میکنن و این مسیری است که در واقع افزایش حضور مردم و گستردگی چتر زندگی آزادی رو تحت عنوان یک گفتمان میتونیم شاهد باشیم. آقای محمدی، گفتین که مطالباتشون تا حدی یکی هست، مطالبات یکسانی دارن هر دو گروه معترض، به نوعی حمایت میکنن از خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی. فکر میکنید این اعتراضات صنفی و مدنی چه تأثیری بخواد بگذاره بر روند خیزش انقلابی؟ ببینید نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که وقتی که شما یک خیزش انقلابی در مقابل یک اتفاقی خودشو نشون میده، تمام اون اعتراضات و تمام اون بغض‌هایی که در طول این 43 سال در گلوی مردم ایران وجود داشت همشون در این خیزش انقلابی به نوعی میشه گفت که شکوفا شد. نکته اساسی اینه که در این خیزش انقلابی بحث گذار از جمهوری اسلامی خیلی برجسته شد و خب بسیار از مطالبات صنفی که قبلا وجود داشت از ترس اینکه این نگاه براندازانه در این جنبش و خیزش وجود داره یه مقداری امکان داشت که دست به عصا حرکت بکنن. اما از اون برم ما نگاه میکنیم میبینیم که خود سیستم جمهوری اسلامی نه هیچ گونه افقی رو میتونه عرضه بکنه و ببینیم که در واقع در آینده بتونه راهگشا باشه، نه اساسا به دنبال این هست. یعنی همیشه ما میبینیم جمهوری اسلامی در چنین شرایطی به دنبال این که بخواد بیاد شرایط عافیت رو برای مردم دنبال بکنه نیست و شرایط بین‌المللی هم بسیار تنگه. یعنی هیچ گونه افقی رو ما نمیتونیم متصدر باشیم که در واقع مطالبات صنفی پاسخی بگیره. در نتیجه وقتی که شما از این در بسته باشی و از اون برم در واقع شروع که راهی رو نتونی برای خود پیدا بکنی، هم متحد شدن مردم و کنار هم جمع شدن و از اون ور اندیشه ورزانی که در واقع در ساعت گفتمانی زن زندگی آزادی دارن کوشش میکنن، اونها هم مطالبات صنفی رو زیر چتر در واقع میشه گفت که زن زندگی آزادی، یعنی همون گفتمان اقتصادی رو وقتی که اضافه بکنن، تمام این گروه ها
سعی میکنن که مطالباتشون رو در یک هدف مشترک دنبال بکنن و اونم گذار از جمهوری اسلامی خواهد بود.